درود بر همیانان ارجمند شاهین نجات هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان یازدهمین نشست رو از سلسله گفتارهای تحلیل جنبش رونسانس ایرانی از تاریخ معاصر ایران خواهیم داشت در ده نشست نخست از تقریبا شکل گرفتن صفویه بود 500 سال پیش اومدیم و رسیدیم به برآمدن رضاشا امروز در حقیقت محور اصلی سخن درباره پدیده به نام رضا و آنچه که در اون دوره نسبتا کوتاه گذشت ولی تاثیر بسیار بسزایی در سرنوشت ایران داشت و در حقیقت یک فروغی بود در پی تاریکی های بسیار طولانی که بیش از هزار سال به درازا انجام میده بود شهران جان درود بر تو و بگذار اینگونه بیارم به توی گفتگو که آیا پدیده رزاشا و برآمدن او در ایران در ایران دوره اسلامی یک قاعده بود یا یک استثناء؟ ما که در حقیقت توی برنامه پیشین گفتیم که ولی یک استثناء بسیار غیر عادی بود <applause> حالا مرزهای تواناییش هم بدن میشکافیم که خب این مرد هم که از این شرایط ویژه برخواستی بود یه سری مرزهای توانایش داشت یک سری چیزها رو نمیتونست بدونه یا به توانه اما با اون برخواستگاه روحی که از مازندران داشت که اون عنصر فرومایگی انسان ایرانی شکست خورده موالی توش کمتر بود بعد با اون دوره خشنی که در بریگاد قزاق دیده بود و اون دیسیپلین فردی رو آموخته بود که تو این 1400 سال یکی از مسائل اصلی که تو ایران از بین رفت دیسیپلین بود مهم. یه مطلبی بود که زرین کوب خیلی خوب آنالیز کرده بود مهم. که ایرانی ها به لاوبالی ها تبدیل شدن یه مثلا اون سپاه اسلام بود که همش چاوکش و غمکش و اینا بودن مهم. و این فرنگ غمکشی و زبون نفهمی آدم کشونی که تمام سپاهشون بود و فقط با برتری نفراتی پیروز میشد این آشوب و اینها ایرانی رو فرا گرفته بود اینکه این مرد از این لحاظم میزد از بیرون که آدم دیسیپلینی بود نرست. یعنی روحش موالی نبود دیسیپلینی هم بود و من جمله توی اون بستر مازندران که ایرانی تر مانده بود روحیه میهندوستی سالمی هم داشت به مدلی همون ایران کلاسیک نرست. که این هم تو خیلی از ایرانی ها فراموش شده یا حرفش رو میزنن ولی در حقیقت درکش نمیکنن و مسائل دیگری هم بود به عنوان شخصیت یه شخصیت استثنایی بود توی اون بستر پرسونلی که ما داریم در ایران پس از اسلام ببیش تو این هزار سال ببیش تو این 400 سال دیگه کاملا جا افتاده اسلامی اه. خب ایشون ما عرض کردیم این یه طرف داستان بود که خودش هم استثنایی بود انظر هوش و اینا هیچ سخنی نیست از طرف دیگه بریگاد غذا در اون کشوری که همه چیزش از هم گسسته بود به عنوان یک اهرم انحصاری نیرو و زور در دست او افتاد البته ما اون جاندارمری کلاسیک رو هم داشتیم که اون زمان سوئدی ها ساخته بودن که بعدا سپس در رضا اونو با هم در هم گداخت با بریگاد قزاق به ارتش مدرن ایران دو. اونجا هم یک اهرمی از زور نسبی بود که رو به گسترش هم بود تا هنگامی که با بریگاد قزاق در هم گداخته شد اتفاقا منتقدین رضا هم به این کار انتقاد میکنن میگن چون اون یه مستقلی بود و میتونست مثلا به عنوان ارگان سیویل بعدا از مسائل بافت ارگانیک سیویل جامعه بهتر مثلا حفاظت کنه تا اون ارگان های امنیتی که بعدا پیدا اومدن دستش درازه مم. وارد جزئیات ولی این بریگاد غذا که یک اهرم ویژه قدرت بود و در دست این مرد با این ویژگی ها افتاد یه وضعیت بسیار تکینه پدید آورد سینگولار که یکی هست که از اون گروه بسیار بسیار اندکی از اون دو سه درصدی که موالی نشدن دارای شخصیت درونیه و این دوره دیسیپلین فردی رو هم دیده و الان این زور رو بهش دادن که بخواد بقیه جامعه رو به زور با خودش بکشونه که <applause> <اه، تصفيق> این تصمیم برای خودش گرفته که من اصلا میتونم عامل یه همچین دیگرگونی باشم از من یه همچین دیگر اینو پیش ببرم یه همچین دگرسازی رو در موردش بحث بسیار میشه آیا موقعی بودی که کم کم داشته به رأس بریگاد میرسیده زودتر از اون که نمیتونی بوده باشه چون اصلا معنا نداشته تو, تو افق او اصلا نمیگنجید که همیسی ممکن مویثر باشه که او یه روز منشای این همه اثر باشه ولی انگامی که ده. از درجه سرهنگی به بالا برآمده بوده شاید که همچین فکرها رو دورا دور میپرورده در ذهنش به خودش میگفته اگر شد اگر شد چون هزار تا مانع هنوز جلوی کار بودن و هنگامی که روسیه پاشید در پس از جنگ اول در انقلاب کمونیستی از اونجا ماهیت رفتاری شروع کرد روشنتر شدن یه خورده سر زد که یه نقشه های ویژه در سر داره و یه درک ویژه هم از آینده ایران در سر می اونجایی اون جایی که وقتی افسرهای روسی قرار شد که جایگزین بشن با افسرهای انگلیسی مهم. اون دولت استعماری دیگر بود که دولت قاجار به اونا تکیه میکرد یا رو اونا حساب باز میکرد یا اینها یا از اون حساب میبرد میترسی چی و خان اون لحظه نذاشت این مطلب رو گرفت و با افسرهای ایرانی کاملا جایگزین کرد یه اتفاق عجیبی بود بیگمان همون لحظه مهتران قاجار که دیدن این صحنه رو خندهشون گرفت چون به خودشون گفتن ما که هیچ وقت نمیتونیم منشه اثر باشیم جلوی قدرت استعماری به سان انگلستان اه. چرا چونین میکنه زورش که آخر سر نخواهد رسید از اونجا آغاز شد این رفتار غیر عادی یعنی به بیرون دیگه خوش نشون میداد تا اون لحظه فقط داشت انجام وظیفه میکرد تو بریگاد کاراشو درست انجام میداد از اون لحظه که شروع کرد این افسرها رو با ایرانی ها جایگزین کردن و بعد آیرون سایت به او سپورت اه مسئولیت اه بریگاد رو و نیروهای انگلیسی هم رفتن خورده پی کارشون و کودت های سوم اسفند آماده سازی شد و به انجام رسید اونجا دیگه ذهنش یه خورده کم کم شکل گرفته بود بیشتر که چه کار احتمالا میخواد بکنه اگر که تاریخ بهش اون فرصت رو بده و از اونجا که سید زیا آدم کاردانی نبود تو کار خودش و احمدشاه هم که هیچگونه نفوذ چندانی نداشت اصلا علاقه نداشت به کارهای گردانش ایران من گفتم که احمدشاه و دیگر مهتران قاجار دیگه کار انقدر به افتضاح کشونده بودن که خود آیرون ساید معمور استعماری داشت و تو خاطراتش یا تو به اینا دشنام میداد یعنی دیگه دلش واسه ایران سوخته بود دست اینا و تو این فضا رضا شاه براش روشن شد که اگه درست کارتاش رو بازی کنه شاید یه چیزی مثل نخست وزیری هم از این تو بیاد بیرون امه. اون وسط با نخست وزیر دیگری که جلوی راه او هنوز بودن کشدار و مریض کار میکرد ابتی وظیفش انجام میداد ولی کم کم دیگه تو ذهنش این نقشه رو فیکس کرده بود که آیا من خودم میتونم نخست وزیر بشم؟ امه. یعنی پس از اینکه وزارت جنگ و دست کم تونست به دست بیارم و یه مطلب بود که ایشون رو هی می برد جلو هی با فشار می برد جلو اونم این بود که بقیه تو اون کشور کاراشون کارآمد نبود ترست. و این آدم استثناعا دست به هر کاری می زد تلا می شد یعنی اون کسایی که بعدا انتقادهای خیلی شدید از رضا کردن که چرا یک شخصی که در قذاق خانه برآمده و مثلا یه ذهن فلسفی یا سیاسی مثلا مدرن نداره چرا ایشون این همه قدرت به دست آورده و بعد دیگه به روش همون فرمانده و دستوری بعد کار رو میگردونه به ویژه تو نیمه دوم پادشاهیش ولی نه نمایه واقعی این گناه رضاشاه بود یا اینکه وقتی بقیه قبلش هزار بار فرصت داشتن و کاری از پیش نبرده بودن یکی از یکی خرابتر یکی از یکی تر، یکی از یکی وابسته تر خب این تقصیر این مرد چیه؟ برای شرم جان همینانی که میخوام بهشون حضور ذهن بدم اگر احیانا نمیتونن یادشون بیاد این ترتیبی رو که رزاشا از سرهنگ خان و بعد میر پنج رضاخان یعنی سرتیپ در حقیقت فرمانده قوای قزاق و بعد سوم اسفند 1299 که ایشون وارد تهران شد و کودتا کرد فرماندار نظامی تهران بود و در کابینه در کابینه ای که وسوق دور تشکیل داد بعد به وزارت جنگ رسید در جایگاه وزارت جنگ که لقب سردار سپه هم گرفت در حقیقت به همین قشون نصف نیمه ای که ایران داشت سر و شکلی داد برای اینکه نشون بده که ازمش جزم برای جمع جور کردن بقیه کشور و نگهداشتن کشور کاملا از هم پاشیده و بعد در 1302 همچنان که شهرام اشاره کرد به مقام نخست وزیری خودش رسید و از وزارت جنگ ارتقا پیدا کرد به نخست وزیری و حدود دو سال در جایگاه نخست وزیری بود تا 1304 که شاه شد این روندی که شهرام داره اشاره میکنه در حقیقت نظامی تهران وزیر جنگ نخست و شاه این فرایند است که حدود چهار سال خورده طول کشیده من فکر کنم شاید جان یه چیزی که این وقت رو به سردار سپهداد رضا آینده این بود که در میان تنها نیروی نظامی مقتدری که در کشور بود بسیار محبوب بود یعنی افسرانی که باش کار میکردن خیلی ازش حرفشنایی داشتن معمولا خیلی وقتا توی مسائل نظامی ها تو کار هم میذارن کودتا پشت کودتا درگیری باشه درگیری ولی به خاطر نفوذ و همچنین محبوبیتی که داشت به عنوان فرمانده نیرو به نظر همه افسانی که باش کار کردن بیچون و چرا فرمان اجرا میکنن و این یه مقدار زیادی کمک کرد تو اون دو سال نخست که در حقیقت شخصیت رضاخان رو بیاره از فرماندار نظامی تهران برسونه نهایتاً به نخست وزیر کشور ببین یه پدیده شگفت آوریه که ما تو ایران،, ایران, پس از اسلام که مهتران کشور مالی خولیایی شدن مثل همه جامعه ولی مهتر تو مهتران این دو چندان تراژیکه یا آسیب رسانه مهتران وقتی مالی خولیایی و ناکارآمد یا خلوچل شدن کهتران احترامشون به اینا از دست دادن دیگه تنها عامل فقط کنترل کهتر فقط که ترسه ام، ولی اون کسایی که بر بنیاد استثناء، توانایی های استثنائی اینجور نیستن و کار آمدن ظاهرا یه چیزی تو اون روح ایرانی های گیت شده و نابود شده و موالی شده مونده ام. که کیفیت رو هنوز تشخیص میده درست. درست که خودش دیگه اون کیفیت رو نداره و نمیدونه چجوری هم باید اونجوری باشه چون همشون که به همدلالا خودشیفتن همشون عصبی هن، همشون بدون اندیشیدن دست به کار میزنن دست به عمل میزنن اون وسط این, این چیزایی که از این دوران آشوب اسلامی به اینها رسوخ کرده اما هرگاه یه کسی رو میبینن که در او آرامش و اندیشه و تصمیم گیری درست است این کیفیت رو دست کم بر میشناسن و اون زیر دستای نظامیش در رضاخان اینو میدیدن و همین گرایش روحی رو بهش داشتن و او هم رضاخان هم یه ترهی ترین زمین در این زمان کم کم تو ذهنش نقش بسته بود که اگه بیشتر و بیشتر مسئولیت دستت افتاد چه باید کرد مم. یک آرزوش این بود که کوشش های سپاراتیستی یا جدای خواهانه در استان ها پایان پیدا کنه مم. دو برای نخستین بار پس از فرو... پاشی صفویه فرمان دولت مرکزی تو کرانه ها واقعا شنوده بشه مثلا هر که صاب خوش اصلا بشنستن چه خبر اصلا چون بعد از اون دیگه فقط آشوب بی نهایت بود و به خودش میگفت این دوتا کار که انجام شد تازه اصلا میشه نشست اندیشید که چه میشاید کرد و با واقع بینی یک نظامی هم که هر روز درگیر این مشکلات بود این, این آرزو می کرد مثلا اکنون که صد سال گذشته من گلایه هایی می بینم از روشن ایرانی که میگن چرا مثلا مناطق مناطق استانی رو به ویژه ایلات رو بیش از اندازه زیر فشار برد چرا اینا رو میخواست بشکنه و یکسان کنه و زیر فرمان شدید دولت مرکزی بیاره و بعد آرزوهای اونا برمی آورن این روشن فکران امروزی مثلا مثل یک سیستم فدرالی خیلی مدرن رو چرا پیاده نکرد چرا چونی نکرد چرا نکرد که اه اه حالا ما خودمون باید انتقاد از روزا شام خواهیم کرد سر جاهایی که برسیم به مرزهای تواناییش ولی تو این موارد به نظر من گفتارشون بیشتر نوارده <applause> نمیخوام بگم خنده خودش چون خودش هستن بالاخره میاندیشن شاید حتی واقعا شاید حتی خنده داره این آدم وضعیت کشور رو در نظر میگیره که چه آشوب عجیب و غریبی بود و چگونه همه چی رو به فنا بود من تو اون بخش هنوز نمیتونم از رضا شاه خورده بگیرم که چرا کوشش میکرد با فشار استانها رو زیر فرمان مرکز فعلا بیاره اه. چون تو ذهنش هم بود که به خودش میگفت رضا اگر تو بخوای بعدا تغییراتی تو این سیستم پدید بیاری اینکه یه سیستم خانخانیه حالا مذهبی نیم مذهبی نیم خانخانی نیمه نمیدونم هزار سال مغول و ترک زده یه چیز آشفری متوحش بی سر و اینجا که نمیشه با یه سیستم فدرال اینو به استانها و به ایلات سپورت یه اشاراتی مثلا از مرکز کرد بعد اونا خودشون خودشونو رو برسازن امه. مثلا سیستمی که مثلا آمریکا تکامل پیدا کرد پس از اینکه استاناش به هم پیوستن بعد از اعلام ناوابستگی از انگلستان درستان. افراد همه پروتستانت تحصیل کرده جا افتاده بودن تو هر ایالتی بودن اونجا پر از مهتر بود سیستم های تولیدی انگل ساکسونی بود فرهنگ فرهنگ پروتستانتی بود لازم نبود کسی از مرکز کسی رو سرکوب کنه این هر ایالتی داشت خودش رو میساخت مرکز فقط یه خورده ارکست میوورد یه خورده همارایی میکرد اینو مثلا واشنگتون اصولا شراب جان توی فرایند ساختن نیشن استیت که <applause> <applause> کاریست که رضا تو عصر جدید کرد در ایران یعنی ما پس از ساسانیان دیگه از اون مفهوم نیشن استیت به شدت دور شدیم ایران شهر تاریخی تو ساخت یک نیشن استیت چیزهایی که لازمه جدا از مسئله امنیت و مسئله مشخص بودن مرزها یکیش همین است که یک دولت مرکزی است که این دولت مرکزی هم توانه در حقیقت اعمال حاکمیت ملی در جا جای جای کشور رو داشته باشه هم بتونه تو شرایطی مردم رو قرار بده که امکان توسعه باشه یعنی توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون قدرت مطلقی که دست در دست حکومت باشه اصلا شدنی نیست و همونه که شما وقتی میخواه بری از ممالک محروسه به نیشن استیت به دولت ملت به اصطلاح شما باید از این فضا عبور کنید شما نمیتوانی بپذیریم فرض کنید سی هزار تا توفنکی مسلح در ایل قشقایی باشن یا در ایل بختیاری باشن یا میان شاسبن ها باشن در حالی که همون بغل پادگانه که مربوط به حکومت پادگان کشور بیشتر از هزار تا مسلح نداره تبعیض هر کسی که نیروی نظامی در دستش باشه هوای خودسری میکنم چون که شده بود بعدم شما پروژه میخوای اجرا کنی پروژه عمرانی پروژه آبادانی حالا برای نمونه مثلا من میگم راهن راهن سراسری آیا عملیت شما ملک و توایف داشته باشی و بخواید راهان سراسری تو کشور بکشید؟ مثلا میدونید من فکر می کنم شهرام جان کسانی که این اراده رو میگیرن به اصر رضا و کارنامه رضا با واقعیت رو کلا قطع پیوند کردن یعنی فقط رو کاغذ مسائلی رو میگن و چون با واقعیت قطع شده سریع به نتیجه عجیب و غریب هم میرسن نه ببین ممکنه آدم با فاصله زمانی که گذشت واقعا تو کارها بررسی کنه اگه همه فاکتور رو در نظر بگیره شاید حتی یه چیزی پیدا کنه که میتونست مثلا خیلی بهتر انجام بشه اشتباه شده اون لحظه مسئله که هست که این روشن فکرای ایران رو بدن به این حالت در یک،, یک خودشیفتگی و در خود زندانی بودن و عصبیتیه که در انسان مسلمان وجود داره امه. انسان مسلمان هدفش تو زندگی پیشبرد مسائل نیست بلکه بلکه اینه که یه تصوراتی در درون داره و با همون مطلق بودن حق اندر باطل که از الگوی دینیش میشناسه این فقط حق رو میشناسه و باطل رو میشناسه و با عصبیت از اینا دفاع میکنه یه هدف ابسترکت بزرگتری اون پشت نیست که شما چون میخوای بری به طرف اون وسط راه حاضری مثلا دست دستنداز، رد کنی من یه یعنی چند نمونه گفتم رفتی اصلا فقط به کشور و نمیدونم مهتر و کهتر نداره من گفتم مثلا در فنگ خانوادی که اصلا پدر مادرایی که یهو به سرشون میزنه که مثلا این بچه باید با فلانی ازدواج کنه با دختر باید دختر همسایه هر چی اینا بعد به جون این میفتن یا یعنی اون پدر مادر دخترم همچنین فشار و تحکم و یک تصویر مطلق از اون تصمیم رو ارائه میکنن و بعدش هم کار به فاجعه میکشه چون یا بررسی توش نبوده یا اینکه اصلا سرطان نداشته و بعدم ادعا میکنن که هیچ ارتباطی به من نداشت ولی اون موقعی که داشتن از اون پروژه دفاع میکردن با چنان تحکمی و با چنان زبون نفهمی که اون طرف جوونه مجبور کوتاه بیاد و تن در بده در مورد نمیدونم ازدواج در مورد انتخاب شغل فرزند رشته تحصیلیش با یک با یک زبون نفهمی با یک خشونتی با یک اطمینانی که انسان اروپای شما نمی... از نید همیشه تو عمرش و این این عصبیتی که در مسلمان هست اه, تو روشنفکراش هم هست مثلا یارو روشن نشسته با فاصله زمانی مثلا هشتاد سال اه. فهمیده مثلا یه چیزایی رو مثلا تو فرنگ بهتر انجام میدن و در نظر نمیگیره شماره یک آیا اون زمان که رضا شاه بود اصلا در ایران این کار انجام پذیر بود با این شیوه که این اینجا دیده چون اینجا خب پرسنل و اینا داره دیگه این کارو میکنن بی درجه است اصلا پرسنلش بود امکانش بود دو اصلا برای ایران آیا در گنجنده بود یا اینکه اصلا نمیخورد به کار اونجا به کار اروپا بیشتر میخوره سه اصلا گیرون پرسنلش بود در گنجنده هم بود اون شخصی که داشت اون لحظه اونجا کار میکرد نه دستش دن رفته فراموش کرده اشتباه کرده یه صلیقه ای داشته اشتباه کرده ولی تو هشت مورد از ده مورد تخت گاز درست رفته مهم. شما میبینی روشن فکر مسلمون که به همدلله همه عصبی و مالی خولیایی اون هشت تا از ده تا رو ول میکنه این دو تا رو میچسبه میره دیگه تا نابود و تحقیر کردن اون شخص درست. برای منی که تو آلمان بزرگ شدم همش فقط نیاز می‌بینم دوا دکتر اینو لازم دارن یعنی هیچ هیچ البته ایش... میتونم توضیح بدم از تاریخی که چرا اینجوری شدن چون گفتم اسلام حل مشکل رو از اینا گرفته اینا دنبال حل مشکل تو زندگی نیستن یا ساختن نتایجی و تک تکشون تو خودشون زندانی هستن ما این مطالب رو بعدا خیلی دقیقتر موقع میشکافیم که برسیم مثلا به زمان 28 مرداد و بعد درگیری هایی که بعد از اون رفت تا به انقلاب و اینها که یه ای حالت واقعا مالی و مسخره داشت یا تراژیک مسخره چون به نابودی همه چی منجر شد در مورد رزاشا ولی باید یه خورده بشکافیم که اشتباهات رزاشا سر جاش ولی براوردهایی که دائم روشن فکر را ازش میکنن هم اون یه چیز به نظر من تیمارستانی سر جای خودش ام با این مباحثی که عرض کردم خب رضا شاه اونجا آمده و با اون درکی که او داره وضعیت خشن و خطیری که اون موقع بود و آشوبی که بود و همه چی در آستانه از محلال بود و تو ذهنش هم نمیدونست اصلا چگونه میشه ترهای عمرانی رو پیاده کرد بدون اینکه استانها رو اول به مرکز پیوند داد و چسبوند و اینها خود اون پرسونل واسه فدرالیسم فدرالیسم تو این پروتستانتای با سواد آمریکا کار میکرد این چه ربطی به مسلمانای کوکمر خاور داره بگذریم بشرم اه... جان اخیرا با این انتخابات که انجام شد حتی فدرالیست تو امریکا هم رفته زیر سوال <تصفح> اون یه اون یه بحث فلسفی بزرگه <تصفح> که توی نشست های دیگه باش میرسیم که اون بوم ارتباط ربط داره که خود همین فرنگی ها هم تا زمانی دموکراسی پیششون کار میکرد <تصفح> که اون فرهنگی که لوتر گذاشته بود رو مغزا هنوز نصب بود مم. یعنی اینا اون شخصیت های وزین سخت کوش فروتن خردگرای و اینا بودن ولی این خود این برنامه مادر رو مغز اینا الان سی سال داره دی اینستال میشه نصب میفته نکته بسیار جالب اینه که ما حالات شپ مالی خولیایی رو که از مسلمین میشناختیم یا از خاورزمین میبینیم تو هم داره پدید میاد شدید خیلی. اینام دارن ایدئولوگ میشن اینام دیگه اون پروتستانت های وزین و خیشتندار چهل سال پیش نیستن نه ولی اون یه مپس بزرگتر که الان بذارمش کنار که اصلا دموکراسی پیش نیاز نسب کردنش چیه چه مدل انسانی رو برمی نیازه <تصفح> چه سافت چه برنامه مادری باید پیش در نصب باشه رو اون مغز که بعد بتونی دموکراسی رو با موفقیت نصب کنی و اون دموکراسی اونجا دموکراسی پاکستان و مکزیک و ترکیه اینا نشه بلکه دموکراسی انگلستان یا ایالات متحده اون 200 سال موفقش بشه تا قبل از اینکه خود اونا نیمه مالی بشن درست. این این رز... یه بحث بزرگتریه ما در دنیای رضا شاه یه کشوری رو آشفته سر و تهش در آستانه تجزیه اقوامش هم به هم ریخته و از هم گسسته مرکز بدون نفوذ در استانها. تنها راهی که به آدم نظامی به سرش میزنه اینه که اینجا رو باید هر چه زودتر درش نظم ایجاد کرد حتی اگر این نظم با مقداری از خفقان همراه باشه برست. که اول اصلا یه حداقل نظمی بیاد بعد ببینیم چی کارش میکنیم اصلا چه چی چیزایی تزریق میکنیم به استانها و این پروژه رفت دنبالش و این پروژه بسیار دشوار بود و در آغاز هم اصلا روشن نبود که اصلا کامیاب میشه اصلاً خودش زنده میمونه تو این همه درگیری ها اه. اما هم از پس میرزا کوچک خان بر اومد هم از پس بزرگترین خطر در خوزستان شیخ خزعل بر اومد و مشکلاتی که در کردستان بود و در جاهای دیگه حتی یک کسی مثل ام، سرهنگ پسیان که برای خودش مشکلات دیگری درست کرده بود ولی با اینکه انسان بدی نبود ولی این خودشیفتگی ها که در ایران ها سر میزنه داستاناش درازه جزئیات همیهنا از ما بهتر میدونن مهم. مهم اینه که از یه دوره ای گذشت که کارش فقط جنگیدن و آرام کردن بود بعد نسبت به تجربیاتی که داشت اینجوری تشخیص میداد حالا اینجا ما می‌رسیم به مسئله اولی مسئله که چه خوب می بود اگه ما هم مثل یه ملتی مثل مثلا ملت آلمان مثلا یک زبانی می داشتیم که همه روش تکیه می کردیم حالا در کنار زبان محلیمون ولی اینقدر خوب میدونستیم که می روش تک... تکیه کنیم همه روش تکیه کنیم و یک فرهنگ نسبتا شبیه به همه شهرنشینی هم می داشتیم و بعد یک سرشت محبت ملی و اهداف ملی که ما رو وصل میکرد به هم, هم. من این پروژه تحکیم زبان فارسی توی مدارس حتی در مناطقی که زبان مادرشون فارسی نبود قوی شد البته خب زبان فارسی همیشه زبان اداری و رسمی ایران بود توی این هزار سال که گذشته بود ولی رضا شاه ایدئالش این بود که آیا میشه کشور رو به یه جایی رسوند که ساکنین آذربایجان یا کردستان یا بلوچستان یا هر جای دیگه کنار زبون مادری که خودشون سخن میگن به همون راحتی هم با هم فارسی سخن میگن درست. این دوتا آذری که به هم میخورن مثلا دیگه پنجا پنجا باشه که میخوایم با هم ترکی سخن بگیم یا میخوایم با هم فارسی سخن بگیم به این راحتی برسن درست. و یکی از آرزواش این بود برای همین هم بود که در آموزش زبان فارسی در مدارس بسیار سختگیری شد ام... دوباره مخالفتی که اینجا روشن فکرهای ما باش میکنه به نظر من اصلا اون مسائل مالی خولیای مسلمانیه یعنی یه کشوری که همه چیزش پاشیده این مرد اومده و میخواد یه چند سال دستی کم این مسائل رو کنه عیزه من یه خورده اون مالی خولیا رو بذار کنار من خودمم راضی نیستم اینجوری رک صحبت میکنم امه. یه خورده بذار کنار عیزه من بذار یه ده سال کار کنه یا 15 سال نه ترس 10 15 سال نه زبان ترکی سست میشه نه زبان کردی سست میشه چون تو خونه از هم صحبت میکنن دیگه فقط این تفلی ها را میفتن تو این کار بعد نترس این مثلا تند پادگانی رفت مثلا پسرش اومد بعدش بالاخره زمان میگذره لایه رد میکنیم یه خورده نرمترش میکنیم داستان مثلا چه میدونم از کلاس هفتم هشتم مثلا برای بچه ها زبان های منطقه رو تدریس میکنیم مثلا تو آذربایجان اگه خواستم مثلا کلاس هشتم مثلا به بالا مثلا ترکیه هم بخونن ترکیه کتبی ادبی رو میگم مثلا فزولی رو بتونن بخونن سر کلاسیکو یا کردی اگه آثار هست یا چیزای دیگه ولی این روز اول هنوز نرسیده این آشفت بازار رو سازمان نداده ای اینا چی میگن این روشن فکرای ما در مورد بازنگری به اون دوران برای من از عجایب اسلامه من فکر کنم شهرام جان اشاره به روشن فکرها میکنی که این ایرادات رو میگیرن اینا روشن فکرای یعجوج و مجوج قومگرا باید باشن چون یه روشن فکر حتی حتی, حتی به قول خودمون چلو خورشدی ایرانی دهه چهل و پنجا هم دهه چهل و پنجا خورشیدی وقتی برمیگرده نگاه میکنه برکشیدن زبان فارسی به عنوان زبان مرلی رو نمیتونه ایراد بگیره این در حقیقت جدا جدا از اینکه برکشیدن زبان دیوانی و رسمی کشور بوده و ملی کردنش در سطح عمومی با آموزش همگانی اتفاقا بزرگترین خدمت بوده به هموطنان غیر فارسی زبان چرا؟ برای اینکه شما وقتی به اون فرصت رو میدی که از هفت سالگی که میره مدرسه فارسی رو مثل کسی که تو مناطق فارسی زبان زندگی میکنه بیاموزه بعدا فرصت های تحصیلی فرصت های شغلی بسیار بهتری پیدا میکنه تا کسی که فارسی رو با توپو حرف میزنه یا نمیتونه صحبت کنه یه دفعه شما موج از تکنوکرات ها رو میبینی که از استان های غیر فارسی زبان میآیند در کشور پست میگیرن مقام میگیرن جایگاه میگیرن بازار تهران رو هموطنان آذربایجانی ما فتح کردن و در حقیقت بازار رو از دست کاشانی ها و یزدی ها و اسپانیا درآوردن در آوردن رو چه حسابی بود؟ روی حساب بود که اول به زبان ملی شیرگی پیدا کردن بنابراین جدا از افسون بر اینکه در شکلگیری ملت یگانه زبان ملی بسیار مهمه و باید بسیار بیرحم اتفاقا در آغاز به گسترشش همت کرد همچنان که شاه این همت رو کرد برای برقراری عدالت اجتماعی و دادن فرصت های شغلی به تمام آهاد ملت اتفاقا یه پیش نیازه حالا مج... مشکلی که توی کشور آسیب دیده ایران وجود داشت این بود که سطح همه چی اینقدر پایین بود نظر فکری که در مورد مسائل بحث نمیشد فرصتش نبود آدمش نبود پرسنلش هم نبود ام. که مثلا دولت مرکزی وقتی میخواد مثلا ده سال دوازده سال پونزده سال سخت بگیره تو مسئله آموزش فارسی اصلا یه بخشنامه بده به, م... استان به استانها و توضیح بده برای مهتران اون منطقه تحمل بفرمایید ما یه ده 15 سالی میخوایم خیلی فشار بیاریم رو آموزش فارسی بعدش به یه حالت مثلا نرمال تر باز میگردیم. آخه شهرام جان اونطوری که من خوندم و دیدم امه. اصلا آموزش همگانی در سرسر کشور با استقبال رو برو شد. ما ایستادگی در منظور, من, من اینه که این, این, این اه، اه، هایی که این روشن فکرهای عجب غریب امروزمون دارن اینا انقدر دوره از میزان فرهنگ و پرسونل اون زمان ببین من یه جمله گفتم در اوایل صحبتم اون زود فراموش میشه انسان مسلمان تو یک حالتی از عصبیت در درون خودش زندانیه اه. فقط اون چیزهایی که خودش میخواد ببینه اونا رو میبینه برای همین هم است که شما با این روشن فکر که صحبت میکنیم هر کدوم از هر بخش میان فقط اون بخش بسیار نازک یا باریک بخش کاری یا فکری خودش رو فقط میبینه همه مسائل دیگر رو نمیبینه و بعد حاضر با عصبیت و با عربده از اون یه بخش نازک دفاع کنه این من به این مسائل رسیدگی میکنم چون این صحبت های مغلط واریه که الان در جریان افتاده و بعد یه بهشون پاسخ داد این سیاستی هم که رضا شاه مثلا علاقه داشتش که اشایر تا اندازه چیز بشن ساکن بشن نشیمند بشن دوباره اونم خیلی عیب میگیرن که چرا چونین میکرد چرا این تفلیا رو به حال خودشون رها نمیکرد زندگی طبیعیشون بود چونین و چنان لزاشا یه حساسیت بسیاری پیدا کرده بود به فرمان ناپذیری اشایر از مرکز امه. ما میتونیم در مورد خیلی صحبت بکنیم که اشتباه میکرد تو برآورد کلی یا اینکه چاره دیگری نبود امه. ولی به اون سادگی هم دوباره که اون روشن فکرای منتقد برمیگرده به اون سادگی هم نیست که میتونست هر کس رو به حال خودش ول کنه این اشاعر هم مثلا مثل مثلا آلمان می بودن فرمان بردار از مرکز و فهیم و از این حرفا اینا در نظر نمیگیرن که این جامعه اسلامی مغول ترک زده این سه مالی خولیاش بود این هزار سال هیچ بخشش درست کار نمیکرد و رضا نه فیلسوف بود نه تاریخ دان. ولی اینتویتیو از درون حس میکرد که اگه یه مقدار قدرت مرکز رو بیشتر کنه یه مقدار استانها رو فرمان کنه یه مقدار زبان فارسی رو نیرومندتر کنه یه مقدار فرهنگ ملی رو یکسان جا بندازه با مثلا اون الگوی از ایران باستان که میخواست یه ملیتی نوعی سرشش ریخته بشه ما یه مقدار این آشفت بازارمون یه مقدار همگن میشه یک لختر میشه یه مقدار قابل کنترل تر میشه دوست. و تو ده سالم که اصلا کسی تو منطقی تا حالا تو تاریخ بشر پیش نمیده که تو 10 سال توی منطقی مثلا کسی هویت منطقی خوش از دست بده یعنی کسی هم نمیمرد این ده 15 سال 20 سالی که میخواستن سخت بگیرن در مورد تخت قاپو کردن یا ساکن کردن ایلات و اشایر شرم جان در حقیقت کنترل کردن ایلات و اشایر فراموش نکنیم که فقط اندکی فقط اندکی پیش از دوره کودتای سوم اسفند و اف. شدن تهران به دست سرهنگ رضا خان هنگام ما چیزی داشتیم در جنوب غربی کشور به نام پلیس جنوب پلیس جنوب و انگلیس ها رو انداختن یه نیروی نظامی درست کردن و نیروش هم از میان اشایر بختیاری گرفتن حقوقی میدادن و اشایر بختیاری رو کرده بودن عملا گماشته خودشون برای پاسداری از خطوط لوله و تاسیسات نفتی یعنی یه نیروی نظامی دست نشانده درست کرده بودن در درون کشور در میان قشقایی ها ما نفوذ انگلستان رو من صحبت از مردم عمومی قشقایی نمی کنم ولی به اخوان انقدر نفوذ داشتن که دو جنگ جهانی اول وقتی ژاندارمری فارس تصمیم گرفت ایستادگی کنه جلوی قوای مهاجم قشقایی به شدت به سود انگلستان وارد نبرد شدن و کمر جاندارمری فارس رو شکوندن همون کاری که ایلات کرد شمال خراسان در برابر قوای جاندارمری خراسان کردن هنگامی که 1301 اگه اشتباه نکنم در هنگامی که قبا مسلطنه و نخست و بود کل پسیان حرکت میکنه که بیاد به طرف تهران و در قوچان ایلات کرد جلوشو میگیرن تیراندازی و جنگ و کشته میشه و سرش رو میبرن یعنی نیروهای ایلات و اشایر نشون داده بودن که خیلی قشنگ توسط خوانین خانهای خودشون میتونن تحریک بشن توسط نیروهای خارجی و یک ایلاتی هم که از خودش که ایده ای نداشت اون به فرمان خام بود تفنگچی خام بود و کاری بکنن که کمر حتی نیروهای نظامی ایران شکسته بشه بنابراین من فکر میکنم این قضایی ها رو باید یعنی ما برگردیم 1300 1304 فقط به 5 سال پیش از اون نگاه کنیم امروز با به 100 سال پیش نگاه میکنیم من عرض کردم انسان مسلمان چون در درون خودش زندانیه امه. قوت تخیلش فرو مرده امه. این نمیتونه از درون خودش بیاد بیرون جهان روبرویی رو به خودش تصور کنه امه. نمیتونه از درون بیاد بیرون تو زمان مسافرت کنه و بره فضاهای امکانات زمانی دیگر رو ببینید قبلا بودن دشواری هایی که بودن ایم. این به این معنا نیستش که کار اشتباهی که ممکن رضا شاه انجام داده باشه اشتباه منظور نه نظر قرن 21 بلکه همونی که همون زمان هم میشد تشخیص داد که اشتباهه ایم. این به این معنا نیستش که اون کارا نمیخواد کسی آنالیز کنه و اینها ولی این میزانی که انتقاد از اون میشه مالی خولیاست درست خود همین افراد اصلا شما خیلی از افراد رو میبینید از اون مهتران کلاسیک خیلی وقت حوادن جپ ملی اینا که انتقادات کلاسیک رو دارن خیلی وقت بینی یارو مثلا پای منقل تریاک نشسته و داره این مسائل بلند بلند بونگیکی یا میگه از یک کسی داره انتقاد میکنه که اون تمام مدت همش تو میدان جنگ بوده درست. که و هر لحظه که بوده تیر بخوره کشته بشه که این آرامش اصلا ایجاد کنه درست یعنی تو این اندازه انسان های زمینی مسلمان بی احترام شدن به, به, به،, به کارآمدی در نظر نمیگیره یه کسی وقتی اون کارآمدی بزرگ رو انجام داده مهم. نیاز نیستش که آدم سجده کنه بعد اصلا منطق و بذاره کنار دیگه هر کار اشتباهی هم کرد بپذیره ولی اینو باید هی پیو... پیوسته در تراز دید رست. ما به بج... ما بیش... تو آلمان رو این مسئله کارآمدی چون خیلی حساسیت داریم مهم. وقتی یه کسی کارهای بزرگی میکنه دیگران با احترام با احتیاط در موردش اظهار نظر میکنن نه اینکه افراد پای منقل تریاک در مورد کشوری که در حال تجزیه بوده یو حرفای درشت درشت بگن و حرفای مالی خولیای در مورد امکانات مثلا اشعار اون زمان که اشعار اون زمان هم بسیار آشفته بودن ام. چون اون برای اون منطقه بودن این از اشعاری که صحبت میکنن یو مثلا یه فرمانده مثلا قومی مثلا آلمانی قرن 18 رو تو ذهنشون میبینن که مثلا پر از تمدن و نمیدونم دانش و حس مسئولیت پروتستانتی خنده داره یعنی بگذاریم ما به جان یه مطلبم خیلی مهمه یکی از کارهای دوره رضا که همین یک جان نشاندن ایلات و اشایر بود اگه واقعا از نگاه جامعه شناسی نگاه کنیم شما اگه بخواید در دراز مدت یه جامعه مدنی بسازی شما نیاز به شهروند داری نیاز به رعیت که نداری برای اینکه این جامعه مدنی بسازی نیاز به طبقه به میانی داری نیاز به طبقه میانی میدل کلاس داری در یک کشور و میدل کلاس ایجاد نمیشه تا موقع شهرنشینی افزایش پیدا کنه یعنی شما توی جامعه که ایلات اشایر روستایی و شهراش رو هم وقت 5 درصد جمعیت کشورم تشکیل نمیدن فکر این که شما میدل کلاس طبقه متوسط خواهی داشت طبقه ای که جدا از خوردن و خوابیدن روزنامه هم میخونن کتابی هم نگاه میکنن بحثی هم میکنن سینمایی هم میرن اهل موسیقی هم هستن ممکن تئاتر هم نگاه کنن یه مقدارکی پول هزینه میکنن واسه فرهنگ واسه بچه هاشون واسه آموزش درست خب اون شکل نمیگیره برای من اینا لازمه اگر شما برای 20 سال آینده برنامه‌ای داری بعد از امروز شروع کنی اول شهرنشینی افزایش بدی. تو شهرنشینی طبقه متوسط ساخته بشه بعدا شما انسانهایی داری که رفتارها شهروند معابانه است نه رعیت و ارباب معابانه ببین شانجان البته این مطلب یه مقدار زیادی بستگی داره به اون جنس قوم فرهنگی که داریم من اینجوری بگم من چند بار این آزمایش ذهنی رو کردم آزمایش اندیشگی در حقیقت thought experiment مم. اگر جامعه ساسانی بود زرتشتی مم. 85 درصد زرتشتی که اینجوری عقب مونده بود به هر دلالی پیش اومده بود و شاهش اراده میکرد با خیلی دیر مثل مثلا رضا شاهی که که خیلی دیر 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 شدی آخر اول قرن بیستم میخواست همین کار رو بکنه من به قول شرف میدم با نسبتا آزاد گذاشتن حتی مناطق ایلی مناطق روستایی بهترین نتایج رو کسب میکرد یعنی <applause> همون حالت فدرالیسمی که این دوستان روشناندیش که در درون خودشون زندانی هستن و هی با وسط اروپای شمالی میسنجن همون رخ میداد میتونست استان ها رو به حال خودشون آزاد بذاره رو زبان های منطقی ها مثلا اسرائیل نداشته باشه فقط با منطق اینا رو دعوت کنه مثلا ماهی یه بار به مجلس مرکزی باشون صحبت کنه و اینا خودشون میرفتن با چنان مسئولیتی با چنان دلسوزی با چنان منطقی استانها رو بر می کشیدن و به هم متصل میکردن که هر جهان فقط متعیر نگاه میکردن این وقتی شما مدل انسان یه انسان مسئول و وجدانی و کاریه خب معلومه که مدل برخوردیم که باش میکنی از اول میدان آزادی که بشونی خیلی بالاتره ولی وقتی انسانت اصلا دنبال پیشرفت نیست اصلا خانت نه خانت دنبال پیشرفته نه روستایی دنبال پیشرفته نه تو اون مهتران که همه نشسته بودن اصلا دنبال پیشرفته یه دستشون نمیدونم درازه به طرف سفارت انگلیس مواجه بگیرن هفت تا سیغه ای کنار هم دارن هر روز دم منقلن وقتی آدمات اینن از موضوع از اول گستره آزادی رو فراخ گرفتن یه خورده هم نظر فلسفی هم نظر انجامی زیر سواله چون است بله حالا من محتاط میگم که اینا رو این اندیشه خیلی دور نیست که این آدمای به هرز رفته رو من اول باید اصلا به راه بندازم ام. به اون سیستمیه که رزاشا در حقیقت با اون سیستم دگنک بهش نگاه میکرد جب. این کسایی که اصلا نمیخوان جاشون تکون بخوره اصلا مسئلهشون تو زندگی اینا پیشرفت نیست ام. من چجوری به اینا آزادی فراخ بدم و انتظار داشته باشم که خود داستان رله میشه و این تویتیو هم بود رضا شاه نه فیلسوف بود نه تاریخدان ولی با بدنی جامعه در استانهای گوناگونش که رفته بود و دیدار کرده بود و زیسته بود و اینا چشیده بود حسش این بود که راه زور نسبی از مرکز رو باید رفت زور حتی شاید شدید و من نمیتونم خیلی ازش انتقاد بکنم ارز کردم انسان های پروتستانت می بودن انسان های زرتشتی می بودن خود یارو تمام فکر و ذکرش فقط کار و کوشش و پیشرفت و همکاری و صداقت بله اون اصلا یه جور دیگه است انسان مسلمان اونم با هزار سال تاخت و تاز و ترک و مغل کشیده و به اون حالت روحی درآمده واقعا جوک تاریخه که اگه من اگه بلد بودن اگه دنبال این کارا بودن که دیگه از زمان صفوی به این ور که اونجوری من عرض کردم که ده تا فرصت رو نمی سوزوندن که می شستن رو به قبله درست. دارن درونشون تماما متلاشی و فاسد بوده بنابراین تئوری فشار رو نمیشه اینجا زیر سوال برد کاملا. کاملا یکی از ویژگی های خیلی به نظر من درخشان دوره رضاشاه که کمتر بهش اشاره شده حالا یه اشاره بکنیم شاید به نشست بعدی برسه که بازش کنیم چون زمان داره به پایان میرسه مسئله این است که در این حال که در حقیقت جهان نگری یا به نوعی حالا میشه گفت ایدولوژی دولتی که به جامعه تزریق میشه بر پایه احیای ایران پیش از اسلامه یعنی تمام شواهد دال بر اونه و تو این زمینه موفقیت خیلی بزرگی هم به نظر من کسب میشه در دوره رضا شاهی. در این حال ما یه بالانسی هم میبینیم از مدرن کردن کشور بر پای دستاورت های قرب در قرن بیستم یعنی شما میبینی که یه توازنی هست یه ترازمندی هست میان در حقیقت تکیه بر پای سنت نه سنت اسلامی سنت ایرانی در این حال از نظر مثلا پوشش از نظر مظاهر هنر نو از نظر نوع نگاه به خیابون ها به جامعه شهری کاملا میبینید که یه موتور خیلی با ای هست که از اون بود ایران رو مدرنیزه کنه این بالانس به نظر من چیز درخشان است ما یه همچین بالانس کارآمدی رو همیشه نیاز داشتیم و متاسفانه بعدها این بالانس به هم خورد چی فکر میکنی شما؟ جن ما که حالا تو نشست آینده تازه به ریز کارا میپردازیم دقیقا این یه پیش صحبت فلسفی بود که ما یه مدت سر این داستانم باز کردم که این کسایی که تون تون خورده میگیرن از رزاشا تا 90 درصدش پرت و پلا میگن اون ده درصدی که ولی اساسیه و قابل توجهه و همون زمانم هم شاید واقعا میشد بهتر انجام داد اونم بهش میرسیم ولی تا 90 درصد پرت و پلا این نکته من به عنوان یه پیش صحبت فلسفی آغاز کردم ما به خود کارای اون روانشاد که نپرداختیم چون میگم دوباره اون هم هم به نیکی میشستن و دیگه این فهرستش اصلا از, شمارش بیرون رفته یعنی من خودم نمیدونم تو کدوم بخش تاریخ بشر تا تو این مدت به اون کوتاهی اون همه کار انجام شده باشه و اونم با همون ملت تریاکی و رو به قبل دراز و فاسد و سیغه ای و دزد و از درون پاشیده و موالی این از واقعا از عجایب که چجوری یه اینجوری موبیلایزش کرد درست کردم سیستم روی سپردن مسئولیت داوطلبانه نبود رو دگنک بود ولی ظاهرا این مرد زبون همیهنهای هم خودش رو از شاطر گرفته تا دانشمند یه جوری میشناخت ای، این نه بدونی که فیلسوف باشه نمیدونم یا مثلا ماکس ویبر باشه ولی دقیقا میدونستش که نقاطی رو که باید روش انگوش بذاری و فشار بدی کجاست یک استعدادی بود که در سرش بود و طبیعتا زندگی در میان مردم هم خیلی تو این زمینه رضا رو آبدیده کرده بود خیلی نه واقع... موش مادرزادی, بود. موش مادرزادی موش بود مادرزادی و واقعگرایی در اتخاذ تصمیمات خب زمان به پایان رسیده اه ما اه حتما این بحث رو پی میگیریم در برنامه دوازدهمی که باز در دو هفته آینده در خدمت همیانان خواهیم بود جان سپاس و بدرود بدرود